سلام و درود به همه شما همراهان خوب هویج. خوشحالیم که یک بار دیگه با یک ویدیوی جذاب و دیدنی دیگه از هویج در خدمت شما عزیزان هستیم. نگاهی به بزرگترین سلاح‌های تاریخ. در طول تاریخ جنگ افزارهایی ساخته شدند که اگرچه مخربترین ها نبودند، اما در نوع خود بزرگترین به حساب می آمدند. در این مطلب به بزرگترین سلاح‌های تاریخ نگاهی گذرا خواهیم داشت. با ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. تانک چرتوسی، بزرگترین تانک ساخته شده تاکنون. این تانک فرانسوی که با نام FCM2C هم شناخته میشد، در جنگ جهانی اول توسعه یافت. چرتوسی از نظر ابعاد فیزیکی بزرگترین تانک عملیاتی ساخته شده تاکنون است. این تانک از این بین سالهای 1921 تا 1940 خدمت کرد و البته تنها 10 نمونه از آن ساخته شد. FCM2C وزنی 69 تنی، طولی 10.27 متر، عرض 3 متر و ارتفاع 4.9 متر داشت و به یک توپ 75 میلیمتری در کنار 4 مسلسل 8 میلیمتری مجهز شده بود. نمونه های اولیه به یک موتور 220 اسب بخاری مجهز بودند که حداکثر سرعت 10 کیلومتری در ساعت را ممکن می کرد. در نهایت اما به دلیل سرعت پایین و ابعاد بزرگ که آسیب‌پذیری تانک را افزایش می‌داد، تولیدش متوقف شد. خمپاره انداز 914 میلیمتری مالت و لیتل دیوید. خمپاره انداز بریتانیایی مالت توسط رابرت مالت طراحی شد. در سالهای 1853 تا 1856 جنگ کریمه بین امپراتوری روسیه تزاری از یک سو و امپراتوری دوم فرانسه، امپراتوری بریتانیا، پادشاهی ساردنی و امپراتوری عثمانی از سوی دیگر در شبه جزیره کریمه رخ داد. خمپاره انداز مالت 42 تن وزن داشت و در ابتدا برای این جنگ طراحی شد، اما ساخت تنها 2 نمونه از آن در سال 1857 به پایان رسید. وزن هر گلوله مالت 1.27 تن بود. لیتل دیوید متعلق به ایالات متحده هم کالیبر 914 میلیمتری مشابه داشت و برای آزمایش پرتاب بمب‌های هوایی در جنگ جهانی دوم به کار می‌رفت. این خمپاره انداز هیچگاه برای استفاده در نبردها در نظر گرفته نشده بود. لیتل دیوید به لوله 6.7 متری مجهز شده بود و می‌توانست گلوله‌های 1.6 تنی را پرتاب کند. این توپ به گونه‌ای طراحی شده بود که کاملا افقی روی زمین قرار بگیرد تا مسلح کردن آن راحت تر باشد. M388 دیوی کراکت. M388 دیوی کراکت یک تفنگ بدون لگد بود که میتوانست گلوله های هسته‌ای را پرتاب کند. تولید این سلاح از سال 1956 شروع و بین سالهای 1962 تا 1968 آزمایش شد. ارتش در سالهای 1961 تا 1971 این سلاح را تحویل گرفت. هر گلوله در حدود 34 کیلوگرم وزن، 28 سانتی متر قطر و 75 سانتی متر طول داشت. سرجنگی W54 هم 23 کیلوگرم به وزن آن اضافه می‌کرد. محل برخورد گلوله تابش مهلک معادل با 10000 رم را در محدوده 150 متری ایجاد می‌کرد و مدتی بعد هم تابش‌هایی با دوز مهلک 600 رم در فاصله 137 متر از مرکز برخورد از خود به جای می‌گذاشت. البته تمامی این موارد مهلک بستگی به جهت وزش باد هم داشت. بزرگترین توپ از حیث کالیبر. توپ تزار که در سال 1586 توسط آندر چخوف ساخته شد با کالیبر 890 میلیمتر و طول 594 متر بزرگترین توپ جهان است. این سلاح که در هیچ جنگی شرکت نداشته اکنون در کاخ کرملین موسکو قرار دارد. بمب تزار. قدرتمندترین بمب هیدروژنی که تاکنون منفجر شده بمب تزار است. بمبی که در 30 اکتبر 1961 آزمایش شد و قدرتی 2500 برابر بمب اتمی هیروشیما یا به عبارتی معادل با 50 تا 58 میلیون TNT داشت. بمب تزار گوی آتشینی به قطر 8 کیلومتر ایجاد کرد و هر آنچه در فاصله 35 کیلومتری محل برخورد بود را با خاک یکسان کرد. تفنگ کالیبر 950. تنها 3 عدد از این تفنگ توسط شرکت SSK ایالات متحده تولید شده و به کالیبر 950 و بزرگترین فشنگ ها مجهز است. در این ویدیو می توانید لگد شدید این اسلحه را مشاهده کنید. Oh!
بیبی. زیردریایی کلاس تایفون، بزرگترین کلاس زیردریایی جهان که با نام پروژه 941 یا آکولا هم شناخته می شود، با طول 175 متری در جهان بی نظیر است. 6 فروند از این زیردریایی هسته‌ای ساخت شوروی در سالهای 1980 تا 1988 وارد خدمت شدند، اما اکنون همه آنها بازنشسته و 3 نمونه هم اوراق شده است. برای اینکه خدمه شرایط سخت زندگی در زیردریایی را فراموش کنند، تایفون به امکاناتی از جمله باشگاه ورزشی و استخر مجهز شده بود. بزرگترین اسلحه ها با سنگین‌ترین گلوله های توپخانه. توپ‌های آلمانی شوئرر گوتساو و دورا 1350 تن وزن داشتند و در اواخر دهه 1930 میلادی ساخته شدند. هدف گوتساو نابودی استحکامات خط دفاعی ماژینو در فرانسه بود. دورا هم در محاصره استالینگراد به کار رفت. هر گلوله 800 میلیمتری 7 تن وزن داشت و می‌توانست هدف‌های در 47 کیلومتری را منهدم کند. توپ‌ها روی ریل‌های قوسی قرار داشتند و با حرکت دادنشان توسط دو لوکوموتیو امکان تغییر زاویه‌شان فراهم می‌شد. گوتساو در نهایت به دست سربازان ایالات متحده افتاد، اما دورا سرنوشت متفاوتی داشت. نیروی زمینی آلمان در سال 1945 برای جلوگیری از تصاحب دورا توسط ارتش سرخ آن را نابود کرد. 7 تیر نیترو اکسپرس زلیسکای 600، بزرگترین 7 تیر ساخته شده است که البته با وزن حدود 6 کیلوگرمی در دست گرفتنش هم چندان آسان نیست. زلیسکا از گلوله های 600 نیترو اکسپرس استفاده می کند که در اوایل قرن 20 میلادی به طور گسترده برای از پا درآوردن فیل ها به کار می رفت. پروژه بابل، پروژه تولید ابرسلاح صدام حسین بود که در سال 1988 آغاز و تنها 2 سال بعد معلق شد. 2 توپ بابلون یا بابل 156 متر طول داشتند و وزن هر کدام در حدود 2100 تن بود. قرار بود این توپ ها توانایی پرتاب گلوله ها به مدار زمین را داشته باشند. البته هدف پروژه به طور دقیق مشخص نبود. در نهایت در سال 1990 جرارد بول، مهندس کانادایی که در این پروژه دخیل بود، ترور شد و در سال 1991 و پس از جنگ خلیج فارس، سازمان ملل بخش های ساخته شده را که در اروپا در حال انتقال بود متوقف و سپس نابود کرد. تصویری که می‌بینید مربوط به 2 بخش از بابلون است که به هم پیچ شده‌اند. تانک پنزرایت ماوس، این تانک سنگین‌ترین با بدنه کاملا محافظت شده به حساب می‌آید. تانک فوق سنگین آلمانی 10.2 متر طول، 3.71 متر عرض و 188 تن وزن دارد و تنها 1 نمونه از آن ساخته شده است. ساخت ماوس در اواخر سال 1944 تکمیل شد. در ابتدا تولید 5 نمونه سفارش داده شده بود، اما تنها 2 بدنه به همراه 1 برجک تولید شد. تانک قولاسای آلمانی پیش از اینکه آزمایش‌ها روی زمین توسط آلمان‌ها را سپری کند، به دست ارتش سرخ افتاد. از آنجایی که به شدت سنگین وزن بود، امکان عبور از روی پل‌ها را نداشت. به این ترتیب به گونه‌ای طراحی شد که با استفاده از 1 لوله تنفسی بتواند تا عمق 13 متری آب حرکت کرده و از رودخانه‌ها عبور کند. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. همچنین یادتون نره که کانال یوتیوبی ما رو سابسکرایب کنید و اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.